درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم. حکایتی داریم ما، من گاهی اوقات پیش خودم فکر میکنم که خدایا خودت قوت بده، قوت گلو و قوت اندیشه. من پشت هم امروز دو مصاحبه عربی داشتم، بعد حضورتون عرض بکنم که آقای دکتر شاه ولایتی قرار بود که باشون صحبت کنم، که رفته بودم به تلویزیون CNBC و اونجا بودم، در نتیجه برنامه این سر موقع نبود، تلفن رفت. بعد فروزنده عزیزم لطف کرده بود که با هم صحبت بکنیم، در نتیجه با او هم قرار است صحبت کنم. حالا فکر کنید من قسمت اول برنامه رو گرفتم، رفتم یه تلویزیون عربی، برگشتم با یه فارسی صحبت کردم، حالا اومدم قسمت دوم بگیرم، 20 دقیقه بعد باید برم روی اسکایپ و در این حال وسطش هم BBC 10:30 شب به وقت ما با من یه گفتگو داره. خلاصه حکایتی است، ولی خدا رو شکر، خدا رو شکر که انسان حرفش رو وقتی بسنجه و روی هوا حرف نزنه محبت میکنن. بعضی جاها پیشبینیهاش یا به قول عربا میگن تقدیرات، یعنی نه اینکه آدم بیاد کاسه جلوش باشه بشقاب آینه پیشبینی کنه، نه، روی روش استقراء قریه به قریه رفتن، روی جزء به کل رسیدن، قیاس باره حرف نزنه، استقراوار صحبت بکنه، گاهی اوقات درست در میاد. و البته اونایی که ریگی به کفش دارن یا انگوش بود. آقا شما گفتی مثلا فلان کس در ماه فلان میره، حالا در اول ماه فلان که ماه بعدی شرف، شما اینو گفتی، یا شما از کجا خبر داری آقای خامنه ای مثلا مریضه یا دلبسته کوکناره؟ ولی گفتم خوب شد آقای خامنه ای زبون باز کرد و بعد از مدتی سکوت آمد. لیبی خیلی چیز جالبه، دیروز آقای محمود جبری رئیس لیبرال ها، این ائتلاف 40 حزب و چندین گروه کوچکتر برنده شدن، یعنی بخش احزاب 80 تا کرسی رو بیشترین رأی آوردن، 120 کرسی باقی ماندم که مثل مصر میاد منفردی. آقایون اخبار مسلم میگن اونجا وضع ما خوب خواهد بود، چون حقه بازی کردن آدمایی رو که اصلاً اسلامی مطلق بودن با کروات و کچلوار و به اسم لیبرال به میدون فرستادن که مردم انتخابشون بکنن، بعد بیان اینا و حکومت رو به دست بگیرن. محمود جبریل دیشب در العربیه مصاحبه مفصل داشت با منتهی مهی که بگم بهترین گویندگان تلویزیون العربیه است. در این مصاحبه گفت آقا ما قصدمون این نیست که رقیب بازی دراریم و خودمونو گنده بگیریم، ما هدفمون اینه که بتوانیم یک حکومت ائتلافی درست کنیم و خواستهای مردم لیبی، دردهای این ملت رو که ریشه 40 ساله داره بهش بپردازیم، کار ایجاد کنیم، ثروت ملی رو بالا ببریم، اون همه پولایی که هدر رفته گم شده پیدا کنیم، بازسازی کنیم کشور رو، اقتصاد رو درست کنیم، بیمارستانا رو، یه لیبیایی برای یک عمل آپاندیس مجبور نشه پاش بره اردن یا بره مصر. خیلی به دلم نشست، حرفاش خیلی معقول و منطقی بود و من گاهی باور کنید پیش خودم میگم که خیلی خوب، ما در اپوزیسیون، اتفاقا اینو با آقای دکتر شاه ولایتی هم گفتم ما در اپوزیسیون اگر فکر کنیم خودمحوری رو بیاریم بزنیم آقا بنده کسی هم که میلیون ها نفر دارن منو تماشا میکنن به حرفام گوش میدن، خیلی خوب، پس من دیگه کسی رو قبول ندارم، تموم شد، من همه کارم، درست نیست. اگر ما به اصل ائتلاف و همدلی و همبستگی اعتقاد داشتیم دوچار این مشکلات نمیشدیم. ما گزیری نداریم جز این که با هم همدل و همبسته باشیم، باید با هم همدل و همبسته باشیم، راه دیگری نداریم. و اگر ما تونستیم اون آلترناتیوی رو که آرزوی مردم ایرانی درست کنیم،
وقت میتونیم از مردم ایران انتظار فداکاری داشته باشیم. مردم ببخشید میگن که در همون جریان جنبش سبز و مسائلی که بعد از انتخابات خرداد 88 پیش آمد، اغلب از من سوال میکردن، تلفن، ایمیل، سکایپ، جای مختلف، که آقا به خصوص بچه های دانشگاه صنعتی سوال میکردن که آقا اگر رژیم متزلزل شد کی میاد؟ اگر رژیم برای رفتن هزینه سنگینی رو به ما تحمیل کنه، کشتار بکنه، بعد چه خواهد شد؟ اگر تظاهرات ما منجر به آمدن یه قلتش و دیوان بشه از نظامی ها، سردار جعفری و نمیدونم سردار ذوالقدر و غیره، اینا پاشن بیان سوار کار بشن، تکلیف ما چیه؟ اگر تمرکز و قدرت مرکزی سست بشه و عامل تفرقه گرایی و جدایی تقویت بشه، اون وقت چه خواهد شد؟ آیا ایران از هم نمی پاشه؟ بخشی از این حرف ها در اثر تبلیغاتی است که رژیم در 33 سال تو گوش مردم کرده که آقا جان اگر ایران حفظ شد به خاطر این بود که سید جلاله مصطفی فرمان قتل کردها رو داد، فرمان قتل ترکمنان رو داد، فرمان قتل عربا رو داد، فرمان قتل آذربایجانی ها رو داد، فرمان قتل بلوچ ها رو داد، و حالا در پرتو این پنجه آهنی اینا جرأت ندارن جیک بزنن چون میگیریم اعدامشون میکنیم. اینو به مرور تو دل مردم کردم. بعد دستگاه اطلاعاتی رژیم که از سوراخ بودن مثل آبکشه، این دستگاه هم در زمان حیدر مستعی، قبلی ها این کارا رو نمی کردن، قبلی ها حداقل خودشون خیلی کوچیک نمی کردن، حقیر نمی کردن، چون قبلی ها فکر می کردن اگر بیان حرف بزنن آبروشون بیشتر میره. اینه که خب پنهان بودن. علی یونسی میرفت به مجلس گزارش میداد تو جلسه غیر علنی، اون بقیه شون هم که اصلا مجلس رو قبول نداشتن و دولت رو قبول نداشتن، رئیس شهری که کارت بلانش داشت برای آدم کشی، فلاحیان هم همینطور، قربان علی ماسمند هم که نوکر آقای خامنه ای. خب این آقای حیدر مصلحی با این نمایش هایی که داره میده، این میخواد ضعف دستگاه اطلاعاتی رو بپوشونه، این میخواد نشون بده که مقتدرن. بنابراین میان حرفایی میزنن که ممکنه در دل آدم های ساده تأثیر داشته باشه، ولی من با قاطعیت بهتون میگم اگر روزی شما به اون نقطه رسیدید که اعتقاد پیدا کردید که زمان بلند شدنه، وزارت اطلاعات سید علی آقا هیچ کاری نمیتونه بکنه. قدرت و توان شما به حدی است که قادری تاریخ رو دوباره بنویسید. بنابراین فکرشو نکنید و آینده مال شماست. نکته بعدی مسئله آقای مرسی است، مصر. آقای علی لاریجانی یه دفعه وقتی دید آقای مرسی رفت به عربستان سعودی و این رویاهایی که اینا داشتن که اخوان المسلمین اخوان ولی الفقیه خواهند شد، اخوان ولی فقیه خواهند شد، اینا اومد یه دفعه آقای لاریجانی که بله ما روابطمون با عربستان به خاطر حج فراتر از مسائل دیپلماتیکه. ای هفته پیش که آقای امیر عبداللهیان داشتن میگفتن که به خاطر این جنایات اصلا پادشاه سعودی و بحرین رو دعوت به کنفرانس غیر متحدان نمی کنیم، بعد گفتن میکنیم، دعوت میکنیم. بعد از پیروز تالا بوق و داد و بیداد و العالم و مقاله و آل سعود و غیره. چی شد؟ حالا یه دفعه دوباره آل سعود خوب شدن؟ اینا رو میخوام بهتون بگم. این اقتدار قلابی که اینو دم از اون میزنن، رزمایش رسول اعظم شماره 7، آدم قدرتمند اینقدر بازو نمیاد بگیره نشون بده. اینا که هم بازو نشون میدن پخش کنی میفته زمین. آدم قدرتمند متین را میره، معقول را میره، اونجایی هم که لازم بشه قدرتش رو نشون بده نشون میده. ولی آدمی که میاد
هی عضله میگیره، هی عضله سینه‌شو میده جلو، هی ابروشو میبره بالا. این آدم قدرت نداره، این آدم پفک نمکیه. این سرداران مربوطه رو میبینید که این قارقور میکنن و میزنیم میبندیم داغون میکنیم اسرائیل رو با خاک یکسان میکنیم. اولین گروره که در وقت اینو در میدن، اینا بچه های جبهه نیستن، همشون شکماشون یه متر پی آورده. به فرماندهشون حسن فیروزآبادی نگاه کنید و به بقیهشون، اینا دیگه راه نمیتونن برن. اینقدر تو مرسدس بنز ضد گلوله نشستن دیگه نمیتونن برن تو تانک برن، نمیتونن تو ماشین زرهی سوار شن، لودر نمیتونن بشینن. گذشتون زمانی که سه تا تریلی رو به هم جوش میدادن که هاورکرافت رو بردارن از بوشهر ببرن به مجنون. گذشت، اونا مال دوران جوانی و فرزی و چالاکی و اعتقاد بود. حالا هیچ کدومشون اعتقاد، همه تاجرن، قاچاقچی هن، تجارت میکنن، مواد مخدر و مشروبات الکلی کشور رو تامین میکنن. دوستی به من میگه آقا در شهر مقدس قم تلفن میزنیم به سردار معاون فرمانده نظامی اونجا، سفارش میدیم، اسمم برای مشروبات انتخاب کردن، مثلا برای ویسکی اسم گذاشتن، برای ودکا، برای آبجو، برای برندی اسمای مختلف گذاشتن. آقا وقتی میخوای بیار محمد آقا رو بیار یعنی ویسکی بیار، حسین آقا رو بیار یعنی ودکا بیار، آقا اومدی عسقری رو بیار، خیلی وقت ندیدی میشه یعنی کنیاک. خودشون میان دمه در تحویل میدن راحت. اگه مهمونی هم داری سفارش میکنی، دو تا از آدماشو میذاری اونجا، کسی مزاحم شما نشه. بعدم مواد مخدر هم بخوای همینطور، انواع و اقسام. شما فکر میکنید وقتی در کشور کرک هروئین پخش میشه، شیشه، نمیدونم برنج، این چیزا رو میان پخش میکنن، اینا از روی آسمون میاد جن و پری میارنش؟ نه، سردار زهرماریان میارتش و تو کشور توضیح میکنه. این روی انتظامی هم دستشونه و خب بد نیست دیگه. با جناق آقای رئیس جمهور هم فرماندهش، آقای صادق محصولی هم پولای پیش پرداختشون میده که تو پاکستان مخصوص ایران بسازن سفارشی. این است که خب شاهدش هست. به هر رو از آقای لاریجانی میگفتم که ناگهان عربستان دوست شد. من چیزایی از اینا میدونم، چیزایی از اینا دیدم، آدم نمیتونه بازگو کنه، چون به هر حال مسائلی هست که من اگر بازگو بکنم اون وقت یه عده آدم ها به خطر میفتن. ولی واقعا چیزایی من دیدم. یه نکته رو بهتون میگم، آقای خاتمی داشت میرفت عربستان، عبدالعلیزاده وزیر مسکن رو که یه آدم بالاخره معقولی بود رفتارش، اینو گفته بود که توی هواپیما به این گاردا و بعضی از همراهان یاد بدن که توی اون سر میز شام خودشون خفه نکنه، درست غذا بخوره. و خدا شاهده این فیلم این مراسم رو من دیدم. فقط باید ببینی محمد عجب مرغی توپ توپ، یکی از اون تیکه بذار رونش رو بده من. حسین جان ببین اون گوسفند درسته رو ببین، لامصب اون خوشگوشتش رو بکن بده اینجا تو بشقاباشون اینقدر غذا. بدبخت خاتمی اینا رو نگاه میکرد با نوک چنگال یه ذره مثلا ماست رو نمیزد، پنیر رو میکند و یواش میذاشتنش. اینا داشتن از سر کله هم بالا میرفت. نمد اون دوغه یه تونگو بده این بر بینید. بعد ده تا خورما میذاشتن تو دهنشون، شیرنی، شیرنی های انقدری برمیداشتن یه قلمبه میخوردن، یه قلمب چایی هم روش. و اون بالا هم ملک فهد نشسته بود و امیر عبدالله و امیر سلمان و نایف و سلطان و غیره و غیره و اینا رو نگاه میکرد. ایرانی که در منر، در شخصیت، در شأن، خاطرات آقای امیر اصلان افشار رو که میخونه، اشاره به وزارت خارجه که میکنه که چه آدمایی بودن، چه تیپایی بودن، چه منری داشت. یه چیزی من براتون میگم، ناصر امینی دوست منه، روزنامه‌نگار قدیمی است، کسی که دادگاه مصدق رو
گزارش میکرده، خبرنگار باختر امروز بوده، بعد رفت وزارت خارجه و سرکنسول ایران توی پاریس بود، لس آنجلس بود یا سان فرانسیسکو بود، بعد در بلغارستان سرپرست سفارت بود با رتبه سفیر. 33 سال گذشته از زمانی که او رو بازنشست کرد، در حالی که در اوج موفقیت کاری بود. شما وقتی ناصر امینی رو در برابرتون ببینید تصور میکنید همین الان از مراسم سلام آمده، یا همین الان داره به حضور رئیس جمهوری یا پادشاه فلان کشور میره استوارنامه هاشو بده. مرتب بودنش، دو تا سه تا زبون بلده، بعد آدم اینا رو نگاه میکنه با طرفی که تو آلمان میگیرنش، تو پارک رفته به دختر بچه یه زن سیاه انگولک کرده، اون مال اون آقای قربانیشون در برزیل. یکی دوتا نیستن. شما وقتی شاگرد دو شخص سازو میاری میکنی دیپلمات، براتون گفتم در یک کشور آفریقایی در گانا ما رفتیم، این بیرون سفارت با پیژامه و عرقگیری که واسه اون داشت آب میداد، ماشینش هم کفی و تو حیات، و گفتم این که گفتن ایشون آقای دکتر سفریان، عباس سفریان، سفیر جمهوری اسلام. آدم پیش خودش میگفت خدایا عباس آرام مرد با اون منه رو منش رو چجوری اینا را میمدن، چجوری حرف میزدن. ساعد الوزراء، ساعد مراقعی که به ریاست وزرایی ایران هم رسید، تربیت شده بودن. آدم سرشکسته و خجل نمیشد. این رژیم ما را خجالت زده کرده. اگه یکی دوتا آدم هم داشته باشن مثل علی اکبر صالحی، به مرور اونم مثل خودشون میکنن. چون اگه علی اکبر صالحی یقش چرک نباشه، اگه سر زانوش قلمبه نباشه، این طاغوتیه، این مورد سوء زن قرار میگیره، مورد عنایت نیست. در جمهوری ولایت فقیه زشتی و کثافت ارزش داره، نه زیبایی و تمیزی. و این واقعا اسباب تعصب. حضورتون عرض میکنم نکته دیگری که بگویم، بعد از فرار آقای فارسی سفیر سوریه در عراق و رفتنش به کردستان به اربیل، و بعد تماسش با اپوزیسیون و پیوستنش به اپوزیسیون، خب پسر جنرال تلاس رو هم که دیدیم، جنرال مناف تلاس که خودش جز فرماندهان گارد ریاست جمهوری بود، منابع آمریکایی گفتن تعداد زیادی از مقامات ارشد سوریه از رژیم بریدن. حالا ممکنه اینا سخت تا بخوان بیان بیرون اعلام بکنن زمان ببره، ولی رژیم اعتبارش رو از دست داده. اهل بیت هم حالا پذیرفتن که این رژیم رفتنیست و به زودی سردگون خواهد شد. بعضی از این دیپلمات‌های جمهوری اسلامی، بعضی از این مقاماتشون در داخل، اینا گاهی تماس میگیرن، پیغام میفرستن، آدم میفرستن، بچهشون میاد پیش من که آقا اگر پدر بخواد یا خودش میگه اگه من بخوام جدا شم چه راهی رو باید برم. طرف یه فرمانده است، نظامیه در داخل کشوره، دیپلماته در خارج کشوره. من معمولا بهشون میگم اگر جدا شدید، اگر رفاه و آسایش رو میخواید، طبیعتاً فراهم براتون نیست. اگر ایمان دارید، فداکاری میکنید و میخواید به ملتتون خدمت کنید، خوش آمدید. ما هم هر جوری بتونیم بهتون کمک میکنیم. البته جمال عزیز من به اینو مشکوک همیشه میگه صبر کن بذار امتحان کنیم، ولی من نه. هر که دریادلی کرد خوش آمد بیاد و بپیونده به جمع دریادلان برای مقابله با جمهوری جهل و جور و فساد. این رژیم را برمی کنیم. ایرانی تازه که در آن پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان هماره در اهتزاز خواهد بود. ایرانی که مردمانش فرقی نمی کنه به چه قومی وابستن یا به چه مذهب، احساس بکنن اعضای یک خانواده. چنین ایرانی سربلند، چنین ایرانی سرفراز.
چنین پرچمی سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا دوشنبه آینده همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم.